شدی را افتادی که چی؟ از مادر زایده نشده کسی بتونه اکبر بزنه و دره. به من میگن بچه خیابون هاشمی. آخه تو نمیدونی کیه که بری سراغش. وقتی خفتشو گرفتم اون وقت میفهمی. اگه اون غلامه من شاغلم. تو گفتی اون نیست. مادر اینقدر پاپه من نشو. بالاخره اگه اون نیست یکی از آدماشو دیگه. همون مرکه مفنگی اون قبه چیه؟ اگه تیغت ابر بباره تا دو سال دیگه دماغت به اندازه نافت آویزونه. بعد که چرتی خیال میکنه منم مثل خودش معتادم. حالا نشونش میدم. اکبر وایسا کتت. بذار من باهات بیام. حکما میخوای بیای گذر رو قرق کنی؟ آره؟ نترس. پاش بیفته چیزی از بابات کم ندارم. اکبر بی گدار با آب نزن. نیست و نابودت میکنن ها. اقلا با حاجرزا در میون بذار. مادر مگه حاجرزا بیکاره که علافه من میشه؟ درستانی؟ مگه من خودم اینجوری هم؟ اگه دیشب گوشته بودی برم نستش من روز نمیبرشته بودم. من رفتم. اکبر اکبر بی اکبر اکبر تو رو ارباه خاک بابات نرو. خب حساب کن داداش، کاری نداری. آره درسته، باریکلا. خب چقدر شد؟ نه تمام و کمال. آره شما حسابم بگو بنویسم. خب پس چی شد؟ نه دیگه یک قرون از هیچ کس نمیگیرن. خب خب باشه، همین الان میگم تلفنی بریزن به حساب. خب سلام منم برسون به بابات. از قول من بهش بگو که زیارتش قبول بشه. قدر این بابا رو بدون. خدا نگهدار. خدا حافظ. پسر سلیم بود آجی؟ نه خیر. دیدم با رمز و راز باش حرف زدین، گفتم حتما اونه. آخه گفتم یه با ممکنه مردم شیراز به گوش خواجه حافظ برسونن، خوبیت نداره. رمز و راز کدوم مردمون؟ شکر خدا الحمدلله ما که دهنمون قرص بودیم. اگه ما رو بید. کی با شما کار داره عزیز من؟ شما که کار درسته. بیا جلدی به پر بانک، خودش چک و نقد میکنه میریزه به این حساب. بیا بگو تلفنی رد کن. خب آجی واقعا پسر سلیم نبود؟ نه خیر نبود. میدونی آجی او فرشا بود پسر سلیم آورد شما نخریدی، گفتی مشکوکه، یادت هست؟ خب دیروز شنافتم آقا فتا برشته یه این دست اون دست کرده و کلی سود کشیدی روش بالا. اون فرشا رو فتا خریده؟ خب بله دیگه آجی، کاسبیه. همین امروز و فرداست که از شما هم بزنه جلو. ای بخوش که شانس یه شاگرد شما میشه، اون یکیشم میشم. یه معامله کوچیکش اندازه دارایی همه جد آباد منه. ما صفریم، سفر نیستیم که.
ببین عزیزم، اینقدر حسرت زندگی اونایی رو که از توشون خبر نداری رو نخور. سامان جان، سلام علیکم سید. این چی ریختی؟ سلام. تو هیچ وقت استراحت نداری یا؟ من وقتی تو تابوت بخوابم استراحت میکنم. خدا نکنه. آمادن؟ دیشب کنان نخوابید. پدر را بیرون گفت میام. گفت به شما بگم که بمونید تا من برگردم. باشه. خاله جنی چی؟ وقتی دیدی اینجا همه چیز لرزید، خاله جنی پیداش میشه. ای بابا، تو چه پدر کشتگی با این خاله جنی داری؟ چی وقتی میاد بی خودی تنم میلرزه، نمیدونم. اگه اینقدر که من از اون میترسم، از خدا میترسیدم، الان شده بودم شور. ای پدر آسمانی، خودت میدونی که من تسلیم اراده ای تو هستم. این بارم هیچ اشتیاقی برای دیدن دنیا ندارم. خدایم، خودت میدونی که من توی این مدت جز شوق گذاری تو که منو به خودم نزدیکتر کردی کار دیگه ای نکردی. اما به من حق بده که به دنبال شفای تو باشم تا بتونم ببینم اون چیزی رو که اون میخواست عاشقانه ببینه ولی نتونست. گفت میرم، زود بر میگردم. زود بر میگردم؟ اصلا نباید میرفت. کی بهش گفته بود بره؟ اصلا فکر این بچه نیست. بچه بیچاره یک ذره به فکر سرنوشت این بچه نیست. اصلا کجا رفت؟ تو نباید بپرسی کجا میری؟ آنا، فکر نمی کنی یه کمی داره دیر میشه؟ بریم عزیزم. بریم همراهت. نه اومد. بله آمد. وقتی بهت میگم نرو، واسه همین چیزاشه دیگه. واسه من زیر زیرکی پا میشی میری پلیس بازی؟ آخه مرد حسابی، ما که کارمونه یه الخی پا نمیشیم بریم اینور اونور. حالا تو با این شکل و شمایلت پا میشی میری پلیس بازی؟ والا بهش قول دادم، بلا بهش قول دادم. آخه من که نمیتونم همجوری دست رو دست بذارم که شما آیا براش یه کاری بکنی یا نکنی. خودم جوشی میشه دیگه. شهدالله اگه به خاطر قسم مادرم نبود، یکی یکیشون رو میکردم تو تسبیح، ردیف میکردم جلو شما. یه چیزی شنیدی که سیدا جوشیان، ولی جاش اینجا نیست عزیز من. هر کسی اگه قرار باشه خود سر را بیفته بره بگی کنه، که سنگ رو سنگ بنده میشه. راست میگه. گوش کن آجا، خمیست که ما با عزیز شما رفتیم تو دل شیرا، همجوری سر خود که نرفتیم که. عزیزم من گفتم برو رد کلاش، نگفتم که برو سرش از بیخ بیار. آتیش میریزی تو لونه زنبور؟
خب میان نیشت میزنن. حالا باید شکر خدا بکنی که اینجوری نیشت زدن. پس هم سرتو شکوندن هم شیشتو. بله بیا. این چیه؟ پرش کن. از اون قهوه چیه؟ از اون یارو غلام شکایت کن. ما اصلا ریخنه این حرفا نیستیم. ما اهل شکایت و کاغذبازی نیستیم که. ما خودم از پس قضیه برمیان. اگه از پس قضیه برمی اومدی که این شکلی نمیشدی. قیافت رو تماشا کن ببین چه شکلی شدی. چه شکلی شدیم ما؟ اکبر حرفشو گوش کن، برو بنویس. آج آقا اگه نمیتونستن کاری بکنن تو رو کرده بودن دیگه. سید فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ الان شاکی خصوصی دارم. جناب علی بفرما برو بشین، هر چی بهت میگم گوش کن، بنویس. سیر تا پیاز همه رو بنویس. مگه نمیخوای گیرشون بندازم؟ برو بس بچه آدم بشین بنویس. برو. چشم آج آقا. قربان طوری نیست اینجا بشینی؟ اشکالی نداره، بشین تو فقط بنویس. درست میشه آجی، انشالله درست میشه. همه این اتفاقات نشون میده که این صدای برای ما درست رفت. اینا یه سری تو کارشون هست که نمیخوان رو بره. تازه این دلیلیه که دانیل واقعا اومده دنبال پدر مادرش، نیومده رد گم کنه. آجی آجا حواستون به من نیست مثل اینکه؟ نه 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 گوشم با توه. داشتم میگفتم که انشالله گره هدره باز میشه، اینا گور خودشونو کندن. تموم نشد؟ حالا دست ما به این کارا نمیره، اینو که خوره طول میکشه. ببینم خودت هم با ما میای؟ نه من با سید اکبر کار دارم. کیه؟ بعد مورد نظر دستگیر شد، داریم برمیگردیم. من تمام خاله، اینجا جای شوخی کردن نیست. خاله بذار حالا بقیهش هم بگم. بعد میره عیادتش میگه که خب چطوری خوبی اینا، اونم برمیگرده میگه که آه تب داشتم، گردن درد داشتم، حالا خدا رو شکر تبم شکسته. میگه الهی اون یکیشم میشکنه. دست تو دختر. خب سرکیس شما برو پذیرش کاراشو انجام بده، ما بریم بالا اتاقشو پیدا کنیم ببینیم کجا و چه کار میکنیم. باشه شما بریم بالا، من نیا. خب پس بالا میبینیم. خب خاله گوش کن بذار یکی دیگه‌ش هم بگم. ای وای از دست تو. نه دیگه بقیه‌شو بذار بالا بگم. باشه بالا میگم. زهره فقط یادت باشه جلو خاله جنی نمیگم. متوجه نمیشم. عرض کردم که حساب شده. بفرمایید بستری کنین، فردا عمل میکنن. آقا اشتباهی نشده؟ نه خیر درسته. آقا کی حساب کرده؟ حسابداری گفتن که بگم یه دوست. گوش کن، این اتاق خوبه، بزرگه، پنجره داره، تمیزه. آخه سرکیس تو یه چیزی بهش بگو. خاله جنی من که نمیگم این اتاق بده، فقط دلم میخواد تو اون اتاق بستری بشم، همین. آخه اتاق با اتاق مگه فرق داره؟ پناه بر خدا. خب اگه فرقی نمیکنه من همون اتاق میخوام.
آخه اون اتاق همون جاییه که من و فاطمه با هم توش بستری بودیم. پس قبلا هم اینجا بوده. 8 سال پیش از اون اتاق خاطره داره. میشه ازتون خواهش کنیم اون اتاقو به ما بدین؟ خانم اون اتاق پره. آنا گوش کن، من بهت قول میدم تو عمل بشو، بعد از عمل من میبرم تو اون اتاق. پدر خواهش میکنم. خانم آنا کیه؟ منم. پیغام دارم؟ اینا نگهبانی داده بدم به شما. ممنون. خب بده. میخواد اتاقشو عوض کنه، اونو میخواد. اون اتاق که پره، مریضش هم خیلی بد اونوقه. چیه فکر میکنین چون نمیبینم فرقی نمیکنه؟ مطمئن باشین خیلی فرق میکنه. خیلی خوب، حالا که اینطوره من خودم با اون مریض بدنخ صحبت میکنم. وای ببین چه دختری بزرگ کردی. من اگه جای شما بودم و روحیه شما رو داشتم تا حالا از این بیمارستان مرخص شده بودم. ملافه ها باید عوض بشه. من میرم یه کاری دارم انجام میدم و برمیگردم. بعد از ظهر برمیگردم. سلام علیکم. بخشید. حالا حاج آقا سلام رسوندن، یه کاری براشون پیش اومده و رفتن دنبال اون کار. بعد من رو فرستن که بیام خدمت شما. اینو گفتم بزنین گوشه اتاق، اینم توی گلدون. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام. خانم دعا میخونی؟ بله. یه خبر خوش براتون دارم. چی؟ بستریش کردن. مگه دوست نداشتی بدونی؟ چرا؟ شما از کجا متوجه شدی؟ کی گفت؟ خواهش میکنم همینقدر بس. درد میشه ها؟ بله میخورم. راستی یه خبر بدم برات دارم. رفیقت هم زدن. کیو؟ اکبر آقا رو. آقای اکبر؟ نگران نباش، حالش خوبه. آه جت، برادر کلی، چقدر دوری و چه به من نزدیک. چه زود هوای تو را کردم، چه دلپذیرند لحظه های یاد تو. ای کاش اینجا بودی تا دست هنرمند و مهربانت را می فشردم. اکنون جدا مانده اما غریب، آن لحظه های ناب زندگی و بودن در کنار مادر کارن، حس و تو انگار بسیار از من دور بودند. انگار اینجا شاهد زندگی کسی چون خودم هستم. خداوندا این امتحان چیست؟ وقتی مپوت و غریب پای به این سرزمین گذاشتم، چهره ها، رفتارها و هر آنچه در بدو ورود می دیدم گنگ بود.
در این نزدیکی از من دور بود. نه آشنا بود نه ناآشنا. نمی دانستم خویشم یا غریبه، اما چیزی در درون مرا امید می داد. رویاهایم را باور داشتم و چه زود در میان غریبه هایی که می پنداشتم از من دورند آشنا و صمیمی شدم. خداوند چه زود مرا بر دامن پرمهر خویشان ناشناختم نشاند. من در رویا به دنبال خود بودم و در واقعیت و آرام آرام آن را یافتم. انگار تکه تکه های پراکنده وجودم را یافتم. اما افسوس، نمی دانم این باد مسموم از کجا وزید و مرا جدا کرد. همه راز در راز بر من معما می‌بارند و مرا یارای گشودن این همه راز نیست. ایرونی عزیز من، ایرونی، عین من و تو. تو رو به پیغمبر انقدر ساده نباش امیدی. آخه تو یکی دوتا کلمه فارسی حرف زد که ایرونی نمیشه. این چیزای جاسوس همچین آدم تربیت میکنن که عشق کنی. همچین فارسی رو قشنگ صحبت میکنن اما که از زبون مادری تو هم قشنگتر. کجای کاری؟ تو چرا قاطی کردی آخه عزیز من؟ اینا با هم دیگه فرق دارن مگه نه؟ بله فرق میکنن، اما تا من و تو بیایم بفهمیم که کدوم به کدوم کارمون ساخته است. تو فکر کردی همونایی که با جاسوسا همکاری کردن خبر دادن؟ نه، بدبختا اصلا خیلی روحشون هم خبر نداره. ببینم نکنه بازم پیغام بردی. الله اکبر. الله اکبر. با شما چیکار کرده؟ تازه کجاشو دیدی؟ زدن شیشه ماشینم شد. مواظب باشی شیشه خدا تو دست باتون نره. البته من جمعش کردم ها، ولی ممکنه بعضیش مونده باشه. با ماشین چیکار داشتن؟ دیگه اینجوریه دیگه. میدونستن که نبود تغییره از کله ما عزیزتره، یعنی که کوبیدن تو ماشین. با این وضعیت اصلا دلم نمیخواست شما زحمت بکشی. راستش خودم هم نمیخواستم که با این هیبت بیام. منتها آقا رضا هم فرموده. ما هم شستید پریدیم تو ماشین رفتیم گل فروشی. بعدش هم خدمت شما. رضا. بله آقا رضا هم فرموده. بابات از کجا میدونست من گل مریم دوست دارم؟ آخه اونم مثل شما علم غیب داره. آره اسم علم غیبش هم هست زهره. حالا میگم بالاخره اونی که میخواستی شد، هم اطابی که دلت میخواست. آره زهره جون، زبون خوش، آدم با زبون خوش خیلی کارو میتونه بکنه. راستی اکبر آقا خیلی وضعش بد بود؟ ای مرد دیگه، مردا همشون دعوا و خشونت. آخه با اکبر آقا نمیاد این تیپی باشه. خودش گفت، مگه تو نشنیدی؟ نه یادت باشه همیشه حقیقت آدم ها تو اون بخشیه که نمیگن، نه تو اون بخشی که میگن. منظوره چیه؟ منظوری که ندارم، ولی اکبر آقا مرد خیلی خوبیه، خیلی بامزه است، به قول شما بامرامه. تو به این زودی فهمیدی که اکبر آقا خیلی بامزه است، خیلی بامرامه، حتما خیلی هم بامعرفته. مثل چی این حرفا رو میزنی؟ هیچی. اینو بردار بخون. چی هستین؟ بیا. دانیل فرستاده. تا نگی چجوری فرستاده نمیخونم. لوس نشو زهره، بخون وگرنه به خالجینی میگم بیاد بخونه. فکر بعدی هم نیستا، میخوای بدم خالجینی برات بخونه؟ آره فقط مشکلی نمیترسم خالجینی از خوشحالی پس بیفته. بخون. تلقا با میخونم برات. من هدیه ای نزد شما میگذارم و میروم. این هدیه آرامش فکر و دل است، آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش های دنیا بی دوام و زود گذر نیست. پس آسوده خاطر باشید، نترسید. در طوفان‌های زندگی شما را یتیم و بی‌سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد.
رسیدین تو که چی؟ شاید میخواد بود کنم حرف خصوصی بزنم. نه آخه صبح میدونی همچی با رمز و راز حرف میزد. الان که ما رو فرستاد دنبال نخودسی ها. آجیه میگی؟ نه پس خودم رو میگم. آجیره میگم دیگه. ولی ما که فهمیدیم که این پول صبح باسی کلیخ به حساب. حساب کی؟ هیچی بابا. بلش کن دوباره میگن در لحظه که. یه بریم بینیم شیشه ماشینیت کجا بینیم. فقط لیچار بگو. سرک بکش بینیم دیره کی داره چی کار میکنه. این چیه؟ پوله. پول. میدونم. پول چیه؟ پولی که برای بیمارستان دادی؟ من داده. کی گفته؟ من میدم. اشتباه میکنم. برده بز جبید. رضا غیر از تو کسی این کارو نمی کنه. سرگز جان تو که میدونی من دست به این پول نمیزنم. بز جبید. این پول خود آناس. مال من نیست. پول شمدونی یادگار مادرش. شما بالاخره اون شمدونی رو فروخته؟ نه گرو گذاشتم. تو بس که دست به گرو گذاشتم ات خوبه. یه دفعه منو گرو گذاشته یادته؟ من؟ آره. اگه منظور از 16 سال پیشه اون با این فرق کن بردار. چشم. ای جان من آسوده باش، زیرا خداوند در حق من خوبی کرده است. او نگذاشت پایم بلغزد. در شدت پریشانی خود گفتم آنها دروغ میگویند. یواشتر بگو عزیزم، دارم مینویسم. تو داری چی کار میکنی؟ کلاس اولی بنویس دیگه. در شدت پریشانی خود گفتم آنها دروغ میگویند، من هرگز از این وضع خود نجات پیدا نخواهم کرد. با این حال ایمان خود را از دست ندادم. حالا اینو چجوری میخوای به دستش برسونی؟ تو به این چیزاش کاری نداشته باش. نوشتی؟ شوخی که ندارم، این بچه فردا عمل داره، باید آزمایشش انجام بشه. خانم چرا عجله میکنین؟ انجام میشه. عجله نمیکنم خانم، چون فردا صبح این عمل داره این بچه. من بیمارستانه بذاری جو سرتون کارا درست بشه. سرم مرم سرم نمیشه. برو خانم کارتو انجام بده. برو این بچه رو ببر. بیا بریم تا سرمو نکنده. بیا ببر فردا. خاله جنین بریم. خانم تو بیمارستان همه بی. برو خانم حرف نزن. خاله هم میگن به این میگن. نمیدونم اگه این دفعه خوب نشه چی کارش کنم. بیترسم همه امیدش از دست بده. میدونم سخته، ولی ما باید به خدا امید داشته باشیم. خدا که نمیاد بنده های خودش رو ول کنه. به من حق بده که نگرانش بشم. نگران روحشم. از دست دادن اندرانیک اینقدر من آزار نداد. اون که جاش درسته با شهده هست. فکر این باش که پاش رو زمینه. از برش دعا کن. من براش نزد کردم، ولی هرچه خدا بخواد همون بشه. گذشته از این سرگز تو خودت پدری، دعای پدر در حق اولاد گیراتره. اینقدر دعا کردم که بعضی وقتا از خودم خجالت میکشم. این موقع میشه که این طلبکارا با خود حرف میزنم. خدا منو ببخشه. ما یه آیه‌ای داریم که میگه گاهی یه چیزایی برای ما تلخه، ولی خیرمون توشه. و برعکسش گاهی یه چیزایی برای ما خیلی شیرینه، ولی یه شری توشه. ما انسان‌ها همه چیز زود یادمون میره.
داده هاشو نمیبینیم. وقتی یه چیزی هم از همون میگیره داده اون بلند میشه. سرکیسیون، خدا نمیگیره، ما از دست میدیم. راست میگیر رسا. وقتی با تو حرف میزنم آرامشم بیشتر میشه. خب با یه بستنی چطوری؟ به شرطی که به من بگی چرا امروز اینقدر گرفتی. چیز مهمی نیست، روز میشه. من فعلا فکر اکبر و دانیلم. راستی گفتی اکبر، این چرا چیزی نمیگه؟ چرا نمیگه کی این بلا رو سرش آورده؟ آخه دیشب دنبال اون قلومیه بودم، اونم زده ناکارش کرده. صبحی رفتم با امرولایی صحبت کردم دنبال کارش. آقا شما جای ما نمی کردی، یه کار جوان این دسته گل اومده سراغ این کمپانی نشجات میگیره، بهش میگم پاشو برو عمو به خودت رحم کن، چه میدونستم ماموره؟ همین دیگه، خیال کردی طرف مامور رو ردش کردی رفت، بعدم رفتی سراغ این یارو کیه؟ سیاوشه. رفتی پیش اونو لوش دادی. آره من به قبر لا اله الا الله، اولندش با آزاد بدبختی پاش از اون قبر خونه پروندم، بعدش هم کی دستش به اون رعنا میرسه قربون؟ یه سری آدماش گاگوداری اون طرفا پلاسن، نکبت گرفتارش مال قبر خونه منه بدبخته. پس میشناسیش؟ نه یعنی اونطوری نه. غلامو چی؟ کلوم غلام، غلام شمدی. سلام. سلام. خوابون دینش؟ آره جوز خوابید. راستی آقای اکبر آقا، حاج رضا زنگ زد اینجا، گفتش که وقتی رسیدین سریع به این شماره زنگ بزنم. باش وایزت. کجا؟ برم سر کوچه تلفن بزنم. تو کلیسا زنگ تلفن هست بیاریم. بریم تلفن. سرکار نظری. سرکار نظری. بله قربان. این آقای چای فروش ما فعلا اینجا باشن، بیرون نگرشون دارید تا بعد من باشون کار برم. چشم برون. بفرمایید. آقا واسه چی اینجا من بمونم؟ بذار ببینم قهوه خونه بی صاحب میمونه. نه انشالله بی صاحب میمونه. پدر نرد سیاوش. الو جانم. آقا سلام علیکم، پیداشون شو؟ سید تویی؟ چاکر شما. بابا تو که باز به کاهدون زدی آقای زرنگ. چی شد مگه؟ چی میخواستی بشه؟ این قهوه چیه که تو اونا نیست؟ راست میگه بنده خدا، معلومه اون بهشون نگفته. یعنی شما مطمئنه؟ مطمئنی؟ آره بابا مطمئنم. ببینم تو دیروز قبل از رفتن به قهوه خونه جای دیگه ای نرفته بودی؟ چرا؟ ولی چند جایی ما رفتیم، ولی خب کدام چوبوری؟ میگن پاتوق منچر کتوله، میشنسین شما منچر کتوله؟ منوچر کتوله؟ بده من آدرسو. ببینین یافتابا اون خیابون پشمان، اون خیابون هنه. خب همین میرین جلو. یه خونه که رفتین جلو دست راستون یه در بلنده بزرگ از این آهنی هاست، همونه. گرفتم. یا علی خداحافظ. خب دست شما در نکنه. خواهش میکنم. یه من تا حالا کلیسا نیده بودم. پس این ریختیه ها؟ بله کوچیکه ولی خب. ولی من توی یه چیزی موندم. تو چی پسرم؟ میدونی تو رفاقت شما و حاج رضا. آخه چه جوری هست؟ اینقدر با هم ندار. چرا از خودش نمیپرسی؟ حالا ما از حاج رضا که رومون نمیشه این چیزا رو بپرسیم که. چیش برای تو سواله؟ میدونی حاج رضا یه مسلمان دو آتیشه است. شما هم که ماشاءالله ماشاءالله یه کشیش دو آتیشه. بعد اینقدر شما با هم قاطی و نمیدونم. اینا یه خود برمو سوال انگیز شد. خیلی ها این سوالو میکنن، هم از من هم از حاج رضا. میدونی از روزی که ما شهدامونو تحویل گرفتیم ما با هم دوست شدیم. پسر من سرباز بود که شهید شد با سید حسین پسر حاجی. اینم شما
تو دینتون سید و اینا هم داری؟ اکبر آقا، عیسی مسیح ازدواج نکرد که فرزند داشته باشه. عزیزم سمک جوش بحاره اخشمن پر سبزان چمن پر سبزان سهرا لاله زاره اما در این دنیا زمین فرصت غنیمت اخش دنیای دنی هر چه دنیای دنی بیه چواره بیه آره این آدرست بیه اعتباره. چی شده؟ مردک دبنگ، حالا کارت به جایی رسیده که منوچر سر کار بیذاری به من آدرس عوضی میداره؟ من؟ نه نی من تو میری اشتباه میکنی، وای میسدی خودش میومد. کی میومد؟ للش میومد یا سرویسشون؟ اه؟ میدونی اونجا کجا بود؟ نه تو میری خودت بمیری، مهد کودک بود. خب بابا شاید مهد کودک باز کرده چون خودت من نمیدونم. اه؟ حالا بهت میگم، وقتی که درازت کردم و گردنت دادن نمهره اون موقع چی؟ میفهمی که آدرس درست رو هم بگیم. آقا من اوش به اینجا کارت بودن گرفتم. من مامورو اینم مورو ملخ ریختم تو چوبه. کی؟ راست میگی؟